سلام، به کانال جنایی گرام خوش اومدید. امروز میخوایم پرونده جنایی قتلی رو براتون بررسی کنیم که دوربینای مداربسته همسایه باعث رو شدن دست قاتلا شد. اگه به پرونده های جنایی ایرانی علاقه دارین، حتما با کانال ما همراه باشین، چون ما هر روز اینجا پرونده های جدید رو بررسی میکنیم. پس با ما همراه باشین. چهارده آبان سال 1400، جسد یه مرد میانسال توی عمق 50 متری دره حوالی روستای بردیج تهران پیدا شد. اهالی این روستا میگفتن از دور چشمشون به چیزی که چادر پیچ شده بود خورده. برای همین چند نفری رفتن سمتش تا ببینن چیه. اما وقتی نزدیک رسیدن و چادر کنار زدن، با جسد یه مرد مواجه شدن و با پلیس تماس گرفتن. نیروهای پلیس و پزشک قانونی بعد باز کردن چادر و ملافه دور جسد متوجه شدن این جسد مربوط به یه مرد حدوداً 50 سال است و با ضربات زیاد چاقو و جسم سخت به سرش کشته شده. از طرف دیگه آثار کبودی که روی جسد بود نشون میداد مقتول درگیری شدیدی با قاتل داشته. جسد برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای مشخص شدن هویت مقتول شروع شد. چند ساعت بعد کشف جسد بود که خانواده یه مرد 50 ساله با مراجعه به کلانتری شهر زیبا خبر گم شدن پدرشون رو به پلیس اعلام کردن. مشخصاتی که این خانواده از پدرشون میدادن با جسدی که چند ساعت پیش پیدا شده بود کاملا یکی بود. هادی پسر این مرد میگفت پدرم تازه از محل کارش اومده بود خونه و داشت استراحت میکرد. صدای زنگ خونه‌مون اومد و من رفتم آیفون رو برداشتم. یه مردی پشت آیفون گفت از دوستای پدرم و میخواد ببینتش. منم اصلا نشناختمش. اومدم به پدرم گفتم یکی دم در باهات کار داره. پدرم هم همونجوری با لباس راحتی رفت پایین دم در. فکر میکردیم زود بر میگرده، ولی هر چقدر منتظر شدیم دیدیم خبری ازش نشد. به گوشیش زنگ زدیم، ولی گوشیش هم توی خونه جا مونده بود. یه چند ساعتی که گذشت با خواهرم و نامزدش اومدیم و اطراف خونه رو گشتیم، ولی هیچ اثری از پدرم پیدا نکردیم. با این حال با خودمون گفتیم تا صبح صبر کنیم، شاید پیداش بشه. ولی وقتی دیدیم صبح شد و بازم خبری ازش نشد، تصمیم گرفتیم موضوع به پلیس گزارش بدیم. هادی میگفت پدرم عتیق فروش و سنگ‌های قیمتی معامله میکنه. احتمال داره که ماجرای گم شدنش به معامله‌های سنگ‌های قیمتی مربوط باشه. با ثبت اظهارهای این پسر جوان، هادی و مادرش با هم راهی پزشکی قانونی شدن تا جسد پیدا شده رو شناسایی کنن. مادر هادی به محض دیدن جسد به گریه افتاد و تایید کرد جسد پیدا شده مربوط به مسعود شوهر گم شده شه. هادی هم میگفت مطمئن قتل کار همون مرد ناشناسیه که دیروز اومده دنبال پدرش دم خونه. به سرعت تحقیقات تخصصی برای پیدا کردن کسی که اون روز زنگ خونه این خانواده رو زده شروع شد. با بررسی محلی اما مشخص شد خونه بغلی این خانواده به تازگی دوربین مداربسته نصب کردن و دقیقا این دوربین مشرف در خونه این خانواده است. با بررسی تصویر این دوربین مشخص شد ماجرای به صدا در اومدن زنگ خونه دروغ بیش نیست و این خانواده داره یه چیزی رو مخفی میکنه. چون توی تصویرها مشخص بود کسی زنگ خونه‌شون رو نزده. از طرفی ساعت نزدیکای 10 شب دو تا مرد و یه زن با ماشین مقتول از خونه خارج شدن و چند ساعت بعد برگشتن خونه. برای همین اعضای خانواده به پلیس آگاهی آورده شدن تا ازشون تحقیقات بیشتری بشه. وقتی بازجویی از هادی و مادرش شروع شد، پلیس به سرعت متوجه تناقض توی حرفاشون شد. برای همین شک پلیس بهشون بیشتر شد و بازجویی‌ها با دقت بیشتری ادامه پیدا کرد. بالاخره بعد چند ساعت بازجویی، مادر هادی به قتل همسرش با همدستی هادی و نامزد دخترش اعتراف کرد. فاطمه همسر مقتول میگفت شوهرم وضع مالی خیلی خوبی داشت، ولی ما رو خیلی اذیت میکرد. مسعود خیلی بد اخلاق بود و تحمل رفتارش برای ما خیلی سخت شده بود. مسعود حتی به دخترم هم که تازه نامزد کرده بود گیر میداد و همش باش دعوا داشت. همه اینا باعث شد دیگه با هادی و دامادم نقشه قتلش رو بکشیم.
من و هادی از 4 سال پیش دنبال راهی بودیم که هر جوری شده از دستش خلاص شیم. اولش تصمیم گرفتیم براش پاپوش درست کنیم که بیفته زندان. برای همین توی ماشینش یه مقدار مواد جاساز کردیم و زنگ زدیم پلیس. ولی نقشه‌مون عملی نشد چون پلیس اون روز نیومد اصلا. چند بار دیگه هم این کارو کردیم ولی بازم شوهرم گیر نیفتاد. یه بار دیگه هم به عنوان سارق معرفیش کردیم و گفتیم توی ماشینش وسایل سرقتیه، ولی این نقشه هم عملی نشد. تا اینکه چند وقت پیش دیگه تصمیم گرفتیم بکشیمش. برای همین با هادی و دامادم نقشه قتلشو کشیدیم. ولی هنوزم باورم نمیشه که تونسته باشیم این کارو بکنیم و تبدیل به قاتل بشیم. اون شب وقتی شوهرم توی اتاق خواب بود، هادی و نامزد دخترم رفتن بالای سرش. هادی چند تا ضربه محکم با چوب زد توی سرش. نامزد دخترم هم با چاقو 7-8 تا ضربه کاری بهش زد. بعد اینکه مطمئن شدیم مرده، جسدش رو توی ملافه پیچیدیم و یه چادرم کشیدیم روش. دخترم همتا اصلا از این ماجرا اطلاعی نداشت و وقتی فهمید داریم چی کار میکنیم شروع کرد به جیغ و داد. سری دم دهنش رو گرفتم تا یه ذره آرومتر بشه. وقتی آرومتر شد بهش گفتم به خاطر شما این کارو کردی. بعدش هم به دخترم چند تا قرص آرام بخش دادم تا خوابش ببره. جسد رو سوار ماشین کردیم و با هادی و نامزد همتا رفتیم سمت روستای وردیج. وقتی رسیدیم اونجا جسد رو انداختیم توی در راه از اونجا فرار کردیم. بعد اینکه کار مسعود رو تموم کردیم، هممون دچار اعصاب خردی و عذاب وجدان شده بودیم. مدام با هم دعوامون میشد. ولی جلوی پلیس سعی کردیم نقش بازی کنیم، ولی بازم فایده ای نداشت و هممون لو رفتیم. بعد اعترافای فاطمه، هادی و نامزد همتام به قتل اعتراف کردن و توی محل جنایت قتل مسعود رو بازسازی کردن. بعد این کار هر 3 نفر به زندان فرستاده شدن و پرونده به دادسرای جنایی تهران داده شد. پدر مادر مسعود و همتا دخترش توی دادگاه درخواست قصاص متعمل کردن. با شنیدن این درخواست همسر مقتول گفت همتا دخترم میخواد با قصاص ما همه مال و اموال پدرشو بالا بکشه. ولی با این حال قاضی توی دادگاه هادی و نامزد همتا رو به قصاص و همسر مقتول رو به 21 سال حبس محکوم کرد. با اینکه متهم به این حکم اعتراض کردن، ولی این حکم توی دیوان عالی کشورم تایید شد. اما این حکم هنوز اجرا نشد و متهم توی زندانه. اواسط شهریور سال 1400 توی شهرستان داراب هر کی محمد 38 ساله رو میدید سراغ پدرش رو ازش میگرفت. چون صادق پدر محمد به خاطر اینکه بازنشسته شده بود همیشه به یه پارک توی همون شهر میرفت و بعد از ظهر کل تایمش اونجا میگذرون. اما چند روزی بود که خبری از صادق نبود و همه نگرانش شده بودن. محمد وقتی این موضوع فهمید چند باری با گوشی پدرش تماس گرفت و دید که جواب نمیده. برای همه خودشو به خونه پدرش رسوند، ولی بازم هرچی زنگ میزد کسی در خونه رو باز نمیکرد. محمد از روی دیوار وارد خونه شد، ولی هیچ اثری از پدرش توی خونه نبود. وقتی تمام جاهایی که فکرشو میکرد و گشت و دید خبری از پدرش نیست، به کلانتری رفت و خبر گم شدنشو گزارش کرد. محمد میگفت پدر و نامادریم مدت کوتاهی با هم ازدواج کردن و پدرم وضع مالی خوبی داره. چند روز پیش پدر و نامادریم با هم برای انجام یه سری از کارا رفته بودن شهر. کارشون که تمام شد با هم در تماس بودیم و پدرم گفت داریم برمیگردیم روستا. برای همین منم که دیدم نزدیکن دیگه پیگیری نکردن. محمد میگفت اما امروز هر کی از دوستای پدرمو که توی خیابون دیدم سراغش ازم میگرفت. منم وقتی دیدم تماساشو جواب نمیده رفتم خونش که دیدم اونجام نیست. برای همین نگران شدم و اومدم اداره پلیس تا خبر گم شدنشو بدم. با این گفته های محمد اسم صادق 69 ساله و آمنه همسر 59 سالش توی لیست گم شده ها قرار گرفت و به سرعت تحقیقات برای پیدا کردن ردی ازشون شروع شد. اما بعد گذشت چند ماه هیچ ردی از این دو نفر به دست نیومد. یه سال از این ماجرا گذشت و همچنان تحقیقات برای پیدا کردن صادق و همسرش ادامه داشت. تا اینکه کارگاه‌های اداره آگاهی به سر نخ خیلی مهمی دست پیدا کردن.
بررسی ها نشون میداد جوانی به اسم امیر از سرنوشت صادق و زنش بخبره. حتی بین دوستاش گفته که اونها به قتل رسیدن. همه اطلاعات کافی بود که بازپرس پرونده دستور بازداشت امیر رو صادر کنه. خیلی زود مامورای آگاهی با پیدا کردن خونه امیر تونستن بازداشتش کنن و به اداره آگاهی بیارنش. ولی امیر بعد اینکه پشت میز بازجویی نشست گفت اصلا این دو نفر رو نمیشناسه و از اینکه چه بلایی سرشون اومده هیچ اطلاعی نداره. ولی مامورای آگاهی به خاطر اینکه اطمینان 100% داشتن که امیر اطلاعاتی از این موضوع داره بازجویی‌های تخصصیشون رو شروع کردن. بالاخره امیر سکوتش رو شکست و گفت شهریور سال 99 یکی از دوستان به اسم حبیب اومد پیشم. حبیب میگفت یکی از دوستاش میخواد پدر و مادرش رو بکشه و برای این کار پول خوبی هم میده. میگفت تا حالا دو نفر برای این کار پیدا کردم و از منم خواست که کمکشون کنم. اما من با اینکه از نقششون باخبر بودم ولی هیچ نقشی توش نداشتم. من فقط میدونم که اونا میخواستن این دو نفر رو بکشن ولی دیگه کی و چجوری این کار رو کردن و اصلا نمیدونم. با اطلاعاتی که امیر در اختیار مامورای آگاهی قرار داد خیلی سریع حبیب و دوتا هم دستش به همراه محمد پسر مرد گم شده پشت سر هم دستگیر شدن. وقتی متهم به اداره آگاهی منتقل شدن توی بازجویی اسرار قتل این زوج فاش شد. حبیب و همدستاش میگفتن محمد ازشون برای این کار کمک خواست و در ازاش بهشون 100 میلیون پول داده. حبیب میگفت صادق اوضاع مالی خوبی داشت و تقریبا توی روستا همه میشناختنش تا اینکه همسرش فوت کرد و تنها شد. صادق یه مدت تنها زندگی میکرد اما یهو بدون اینکه به کسی چیزی بگه با زنی که کارهای نظافتی خونش رو میکرد ازدواج کرد. وقتی این خبر به گوش محمد پسر بزرگش رسید حسابی عصبانی شد. ولی آخر ماجرا نبود و صادق میخواست بخش بزرگ از زمینای کشاورزیش رو به نام همسر دومش کنه. این کار عصبانیت محمد رو بیشتر کرد و باعث شد نقشه قتل پدر و نامادریش رو بکشه. حبیب میگفت من و محمد خیلی وقت بود که با هم دوست بودیم. یه روز محمد خیلی عصبانی و پریشون اومد پیشم و تعریف کرد چه اتفاقاتی واسش افتاده. بعدش هم از من خواست که پدر و نامادریشو بکشم و در ازاش 100 میلیون بگیرم. پیشنهاد خیلی وسوسه انگیزی برام بود ولی من به تنهایی نمیتونستم این کارو بکنم. برای همین به 3 تا از دوستام این قضیه رو گفتم ولی 2 تاشون حاضر شدن با هم همکاری کنن. حبیب میگفت برای این کار یه اسلحه خریدیم. بعدش هم دیگه منتظر شدیم تا محمد بهترین موقعیت برای کشتنشون رو بهمون بگه. تا بالاخره محمد زنگ زد و گفت پدر و نامادریش توی راه برگشت به روستان. من و همدستامم با هم سری توی مسیر برگشتشون کمین کردیم. وقتی ماشینشون نزدیک شد راه جاده رو بستیم و با اسلحه از ماشین پیادهشون کردیم. اونا رو سوار ماشین خودمون کردیم و بردیم یه روستای دیگه. بعدش هم جفتشون رو کشتیم و انداختیمشون توی یه قنات خشکیده که 8 متر ارتفاع داشت. روشونم با خاک پوشوندیم که دیگه کسی نتونه پیداشون کنه. بعد اعتراف حبیب و همدستاش محمدم به اجیر کردن و پرداخت 100 میلیون به متهم اعتراف کرد و گفت در راه اصلی این قتل خودش بوده. بعد چند روز برای کامل شدن پرونده متهم به محل وقوع جرم برده شدن تا جنایتشون رو بازسازی کنن. پرونده کامل شد و به دادسرای جنایی فرستاده شد. بچه های همسر دوم صادق همراه خواهر و برادر محمد برای قاتلا از قاضی درخواست قصاص کردند. قاضی هم با توجه به مدارک موجود توی پرونده محمد رو به 25 سال حبس و 3 همدست دیگرش رو به قصاص محکوم کرد. این حکم توی دیوان عالی کشور هم تایید شد و به اجرای احکام فرستاده شد. در حال حاضر حبیب و همدستاش توی زندانن و شمارش معکوس برای اجرای حکمشون شروع شده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید چون با این کار افراد بیشتری میتونن این ویدیو رو ببینن. حتما با همون همراه باشین چون بازم فردا یه پرونده جنایی دیگر رو بررسی میکنیم. پس تا فردا خدا نگهدار.